در بخش سوم صحبت هامون ما در گفتار 63 سوم گفتار های عمومی که به موضوع کلی کل و جز و خود و دیگری اختصاص داره به دو مفهوم میخوایم اشاره کنیم که این دو مفهوم دو مفهومی هستن که خیلی مطرح میشن وقتی که بحث خود و دیگری مطرح میشه یکی بحث اکوسنتریزم هست یعنی خودمحوربینی یا خودمهوری و غیره و یکی هم بحث انتروپوسنتریزم هست به معنی انسان محوری و دیدن انسان در محور کل عالم یا در محور همه چیزهای دیگه خب میتونیم از این نکته شروع کنیم که مطالعاتی که انسان شناسان انجام دادن در طول صد سال اخیر به ما نشون میده که تمام جوامعی که یافته شدن هم از جبامی بسیار اولیه تا جوامعی که پیشرفته تر بودن اینها در داخل خودشون به نوعی رو یا خودمهوربینی رو داشتن دلیل این مسئله میتونه یعنی این حالت اینکه خودشون رو مرکز میدونستن و دیگران رو قریبه خود این مفهوم خود و قریبه چیزی که بازمانده همون دوران هستش که هر چیزی که از بیرون میامد به با نگاه مشکوک ما به اون نگاه میکردیم خب و خب میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا در سیستم های اولیه به خصوص این بسیار زیاده و بعد شکل جدیدش چی هستش در سیستم های اولیه شاید دلیل اینکه اگوسنتریزم یا خودمهوربینی انقدر اینقدر زیاده در نزدیکی این مفهوم با موقعیت بیولوژیک انسان باشه در حقیقت بحث این هستش که اگوسنتریزم یک موقعیت حیاتیه برای انسان ما اگر به بدن خودمون نگاه کنیم میبینیم که این بدن از طریق حس های مختلفی که داره مثل لامسه پوستی که سراسر بدن رو پوشونده و بعد بینایی، چشایی، بویایی و شنوایی و غیره نسبت به جهان بیرون از خودش کاملا حساسه و هر چیزی که از این جهان بیرونی میاد این حساب منتقل میکنم به مغز و بلا فاصله بنابر مورد واکنش سریع یا واکنش به صلاح کنتری رو در مقابلشون انجام دهند وقتی ما دستمون به یک منبع حرارتی میخوره که برای ما حرارتش بیش از اندازه هستش در یک واکنش در یک صدم ثانیه دستمون رو کنار میکشیم و خب این حاصل چیه؟ حاصل اینه که گرما از طریق حس لامسه و به که توی پوست داره اعصاب این منتقل شده به مغز و مغز دستور داده برای جلوگیری از سوختگی دست مایچه های دست به خودشون بکشن کنار تا سوختگی اتفاق نیفته خب این یک نمونه هستش ولی ما دائما حس همون هست که داره ما رو هدایت میکنه در سیستم زندگیمون یعنی چی؟ یعنی همین حافظه که ما در مغزمون داریم از بچگی کودک یاد میگیره چطوری راه بره کجا بشینه چطور با افراد دیگه وارد میان کنش بشه و غیره ولی این رو بر اساس یک فرهنگ مشخص یاد میگیره یعنی اینطور نیستش که ما بگیم همه یک نوع این عمل رو انجام میدن مارسل موس بهتر از هر کسی این در کتاب به آداب کالبدی خودش و فنون کاربدی خودش اسم کتاب هست نشون میده که هر فرهنگی فنون خاصی داره که در روابط خیلی روزمره خودش اونها رو منتقل میکنه به افرادش و بنابراین افرادش از اون تبعیت میکنه و بعدا در نویسندگان دیگه مثل ادوارد و دیگران ادوارد کتاب خیلی خوبی داره به نام بود پنهان فارسی هم ترجمه شده و در اون مسئله فاصله رو مطرح میکنیم که چطور در فرهنگ های مختلف افراد فاصله که با هم میگیرن بنابراین اینکه چقدر با هم آشنا هستن چه بحثی رو میخوان مطرح کنن چطوری میخوان وارد بحث بشن و غیره این فاصله باید رعایت بشه و وقتی یک کسی از یک فرهنگ میره تو فرهنگ دیگری با این آشنا نباشه دچار مشکل میشه اینها بنابراین این در وجود ما هستش که ما نسبت به امر بیرونی یک نوع رابطه تدافعی داریم یک رابطه موزه داریم یعنی بدن حساسه برای اینکه از خودش محافظت کنه مدای محافظت در کنار خودش سیستم مبادله رو داره یعنی این بدن دائما با محیط پیرامونی خودش وارد مبادله میشه از طریق تنفس از طریق غذا خوردن از طریق حرکت است و که همه مشخصات موجود زنده است ما برای که حرکت کنیم دائما مغزمون باید محاسبات بسیار پیچیده ای رو انجام میده که بدون چطوری قدم ها رو تنظیم کنه از کجا حرکت کنه و غیره و غیره و این کار از با کمک به صلاح حسایی میکنه که در انسان وجود داره خب پس بنابراین این خودمهوربینی یا خودمهورگیرایی که در وجود بیولوژی که ما داره این آمده و به سطح فرهنگ هم رسیده وقتی انسان ها فرهنگی میشن و هر اندازه بیشتر فرهنگی میشن به نوعی ظرفیت بالقوه نه بالفعل اکوسنتریسم درشون افزایش پیدا کن حالا بعدا میگم چرا ما میگیم بلقوه و نه بلفل بلقوه از لحاظ اینکه که هر اندازه یک جامعه بزرگتر میشه مثلا وقتی جوامع ابتدایی میان به طرف کشاورزی و بعد میان به طرف تمدن و بعد میان به طرف تمدن مدرن دلایلی که میتونن خودشون رو از سایر فرهنگ ها جدا کنن بیشتر میشه مثلا استفاده که مثلا میکنن از زبان استفادهی که میکنن از خط شیوه های معیشتی که دارند شیوه های غذا خوردنشون شیوه های سلایقی که دارند در موسیقی در آرایش در علایق هنری که دارن و غیر و غیره با هم دیگه متفاوتتر متفاوتتر میشن چون انسان از دارایی بیشتری برخوردار میشه از روابط بسیار بیشتری برخوردار میشه و بنابراین به صورت بلقوه میتونه بره به طرف اگو سنتریک شدن اما چه چیزی مانع از اون میشه که اگر چون منطق این باشه بس ما باید حساب کنیم که یک جامعه بسیار پیشرفته مثلا یک جامعه دموکراتیک به توسعه یافته امروز باید خیلی اگو سنتریک تر باشه از یک جامعه پستونی ولی اینطور نیست چرا به دلیل اینکه من که گفتم اگو یا خود به که در فرهنگ وجود داره در کنار خودش با فرایند مبادله عمل میکنه یعنی جز مشخصات موجود زنده و بعد فرهنگ ها این است که هم نیاز به به صلاح محافظت از خودشون دارن که میشه اون اگوسنتریسم یا خودمحور بینی و هم احتیاج به مبادله با دیگری دارن که این مبادله اگر نباشه همونقدر بهشون ضربه میزنه که اگر هیچ محافظی در مورد خودشون نداشته باشن ما اگر فرض بکنید که هیچ غذایی نخوریم میمیریم اگر غذای مسموم هم بخوریم و نمناسب بخوریم میمیریم و بنابراین فرهنگ هم چنین چیزی هستش و اون چیزی که ما میبینیم در دوره مدرنیته لااقل گرایش عمومی که درش وجود داشته این بوده که بتونه بتونه این دو رو با هم آشتی بده و حتی به جایی برسه همطور که خواهیم دید و توی بحث های بعدی اون هم مطرح میکنیم به جایی برسه که بتونه از مفهوم مبادله برای بالا بردن مفهوم خود بینی استفاده کنه که حالا میشه بهش گفت یک نوع اعتماد به نفس یک نوع بالا بردن خلاقیت بالا بردن رشد اجتماعی و غیره و بالعکس بتونه از اینکه یک جامعه خلاق دارای رشد دارای توسعه است و غیره استفاده کنه برای اینکه نسبت به دیگری گشایش بیشتری داشته باشه نسبت به دیگری آمادگی پذیرایی بیشتری داشته باشه قابلیت های بیشتری برای مبادله داشته باشه چون این مبادله او رو غنیتر میکنه بنابراین امروز وقتی ما بخوایم مشخصات توسعه نیافتگی رو مطرح کنیم مسلما یکی از اولین مشخصاتی که مطرح میشه در خود بودن و خود محور بینی یک جامعه از یعنی یک جامعه ای که میخواد با تمام جوامع دیگه با فرهنگهای دیگه با همه میخواد بر اساس معیارهای خودش وارد رابطه بشه و خودش رو مرکز میدونه سایرین رو پیرامون میدونه یعنی تصورش اینه که همه باید از او تبعیت کنن و این جامعه مسلمان از لحاظ داخلی هم همین اتفاق درش میفته یعنی اون کسی که در مرکز جامعه هست خودش رو مرکز میگیره و سایرین رو که در اون جامعه هستند رو میخواد بکشونه به طرف خودش و خودش رو بر اساس میارهای خودش سرایق عمومی رو تنظیم کنه و غیره و طبعا این باعث عقب افتادگی و به هم ریختگی و تنش و همه مسائل دیگه میشه در حالی که در کشور توسعه یافته اصل بر اینه که تفاوت پذیرفته بشه اصل بر اینه که دیگری پذیرفته بشه و از دیگری استفاده بشه برای بالا بردن قنای خود وقتی میبینید که موزه های بزرگ جهان میبینید که اینا دائما از فرهنگ های دیگه نمایشگاه میذارن از دوره های دیگه نمایشگاه میذارن دوره های قبل نمایشگاه میذارن ایدای مختلف رو مطرح میکنن آدم های مختلف رو مطرح میکنن مناظری که هیچ کس ندیده رو یه جوری میارن و نشون میدن و غیره و این مبادله رو پایه میکنن برای غنیتر شدن خود خودشون آنتروپوسنتریزم که حالا ازش بیشتر هم صحبت میکنیم در بخش بعد هم صحبت میکنیم دقیقا چنین چیزی نیست آنتروپوسنتریزم رو ما در حقیقت بیشتر بعد از رانسانس هست یعنی در قرن 15 هست که میبینیم پیش از آنتروپوسنتریزم ما عموما با اشکال مختلفی سر و کار داشتیم که این خودی رو که مورد رفرنسشون بود رو وصل میکردن به سیستم های دیگه مرکزیت مثلا به سیستم های دینی به سیستم های جادویی به سیستم های به سیستم های و طبیعه و غیره به نوعی این خود از این جهت خودش رو بالاتر میدونست که خودشون نماینده، اون سیستم ها می بادشاهان خودشون رو نماینده خدایان می دونستن و چون نماینده خدایان می دونستن این خودمهور بینی رو در حقیقت زامنش رو قدرت می دونستن که خدایان به اونها میده و دیگران رو هم بادار می که از قدرت اینها تبعیت بکنن و در, در حالی که وقتی ما به مدرنیته میرسیم این مسئله به, قرن به رونسانس میرسیم این مسئله تغییر میکنه یعنی به نوعی اون چیزی که در رونسانس اتفاق میفته اینه که ما از یک خدا مهوری یا تئو سنتریزم که تئو یعنی خدا و سنتریزم یعنی مرکز بینی از یک خدا مرکز بینی یا خدا مهوری میرسیم به یک سنتریزم یعنی انسان مهوری. انسان به خصوص در اروپای غربی از رانسانس تبدیل میشه به محور اصلی انسان یعنی آنتروپوس تبدیل میشه به محور اصلی زندگی انسان ها و همه چیزهای دیگه بر اساس انسان ارزیابی میشه همه زیبایی های جهان همه موجودات جهان و غیره در خدمت انسان فرض میشن و اگر انسان اینها رو زیبا میدید زیبا فرض میشن اگر زشت میدید زشت فرض میشن و بعد خود این آنتروپوسنتریسم البته حالا قایم گفت در یک معنای به صلاح محوریت پیدا کردن غرب هم مطرح میشه که غرب هم خودش رو میگذاره در جای یعنی قدرت استعماری میذارن در جای این آنتروپوسنتریسمی که در حقیقت یک نوع به اصطلاح سلیقه غربی رو به یک سلیقه جهانی به زور تبدیل می‌کنه